دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید تو این جلسه میخوایم با هم یه مثال از تعیین علامت چند جمله درجه دو حل بکنیم عبارت ایگرگ برابر با ax دو به اضافه س به اضافه 4 رو بهمون به دادن و پرسیدن برای اینکه ایگرگ همیشه مثبت باشه آ یا ضریب x دو باید چه مقادیری داشته باشه بچه یادتونه که اول که میگه همیشه مثبت یعنی جا صفرم نمیخواد باشه فقط میخواد مثبت باشه یا برای اینکه ایگره ریشه نداشته باشه و همیشه علامتش یکسان باشه دلتا باید چه مقداری باشه؟ آباری کلا دلتا باید منفی باشه وقتی که دلتا منفی باشه ایگره همیشه یه علامت داره علامتش با آ موافقه و ریشه هم نداره خب گفتیم علامت با آ موافقه و از ما خواستن که ایگره همیشه مثبت باشه در نتیجه در نتیجه آ هم باید بزرگتر از صفر باشه خب این دوتا تا شرط و ما اگه داشته باشیم یعنی این که بچه ها دلتا منفی باشه و آ مثبت باشه ایگرگ هم همیشه مثبت حالا چجوری کی دلتا منفی میشه دلتا گفتیم برابر با منهای ب برابر با ب دو منهای چهار آسه اینجا ب دو مون سه پس ب سه عدد سه پس ب دو برابر میشه با نو و بعد منهای چهار زب در آ که نمیدونیم مقدارش چیه زب در سی سی هم که اینجا عدد چهار در چه به دو منهای چهار آسمون میشه نه منهای شونزده زب در آ این عبارت باید کوچکتر از صفر باشه که در چه دلتا کوچکتر از صفر باشه برای اینکه نه منهای 16 آ کوچکتر از صفر باشه نه باید کوچکتر از شونزده آ باشه و در نتیجه آ باید بزرگتر از 9 به روی 9 تقسیم بر 16 باشه یا 9 16 هم باشه پس در نتیجه یه شرط آمون که اینجا بود شرط دیگه آمون اینجا بودش که آ باید بزرگتر از صفر باشه در نتیجه باید هر دو تا این شرط رو داشته باشه یعنی اشتراک این, اشتراک این دوتا باشه تا ایگرگمون همیشه مثبت باشه اشتراک این دوتا یعنی آی مثبت و آی که بزرگتر از 9 16 هم باشن برابر میشه با آی بزرگتر از 9 -16. وقتی که آ بزرگتر از 9 16 همه دلتامون منفیه و خود آ هم که علامتش مثبته پس در وقتی که دلتا منفیه و آ مثبت باشه همیشه ایگرکامون مثبت. مصبت خب این یه مثال ساده از تعیین علامت چند های درجه دو. بود. مرسی بچه ها مبحث تعیین علامت تموم شد توی جلسات بعد مباحث دیگه ریاضیات رو با هم دنبال کنیم فعلا خدافز